میدونید سبابا سبابا بعد از ظهور به شدت میاد پایین، میدونستید؟ بعد از ظهور نمازی که میخونه اینقدر ثواب نداری کلام کنه، تقوایی که پیش میداری اینقدر ثواب نداره که الان داره. میدونی چرا؟ چون خیلی آسونه الان هنره. آخر الزمان دین نگه داشتن پیامبر فرمود دین نگه دارن منتظر مهدی ما بایستن 70 تا شهید بدر بنویسید براشون. خیلی خفنه 70 تا شهید بدر. خودت من شما نمیفهم شهید بدر یعنی چی. برای اینکه خود بفهمید تو زیارتنامه حضرت عباس میگیم که ما شهادت میدیم تو مثل بدریون رفتار کردیم. خیلی هم شهدای بدر میگه 7 از اون 50 تا یه رو دیدیم 70 تا شهید بدر بنویسید. آقا چیکار ما اینا منتظرن؟ همش یعنی اوضاع خراب میشه. سرتو بالا میاری گناه، پایین گناه، شب گناه، رو از 6 جهت بین یدای و من خلف هم باز هر جهت ول نمیکنن لامه تو جوب هم هستن که داده میزه پایین. یا آخر الزمان نمیتونی نون پاک گیر بیاری، یا مردم ربا میدن یا ربا میگیرن یا گردی از ربا رو زندگیشون نشسته. یعنی سخت میشه، اصلا قرار سخت بشه. خودت هم انتخاب کردی، میدونه دیگه، شما همه تون خودتون انتخاب کردی تو عالم زر که چه زمانی به دنیا بیاری. شاخبازی در آوردید دیگه، گفتید ای ثواب داره ما خدا ما رو میز آخر زمان، ما بز آخر سر بسم الله بیا. خود انتخاب گیر. آره زوریه رو ما خودم تعیین کردیم که پشت کی باشه. آیه داره تو قرآن، روایت هم هست. ما تعیین کردیم پشت کی بیایم، از زوریه که از صلب کی بیایم. یعنی نشستیم اهل بیت رو دیدیم، گوش کن، اهل بیت رو دیدیم بالا پایین کردیم، هیچ کدومشون برای ما آخر الزمانی اندازه مهدی فاطمه دلبری نکرده. پاش وای میستیم انشاءالله.